سلام و عرض ادب چطورین؟ خیلی خوش اومدین به قسمت 29 هم از مجموعه بررسی ها علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه مرسی که برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک میکنید تا شما این ویدیو رو لایک کنید منم میرم سراغ این قسمت ما اینجا یه بنر داریم که برای سالن زیبایی چند تا ایراد اساسی یک یه تصویر اون پشت اومده چهره خیلی تو چشه بعد چش و چال و اینا هم هست خب این چیزی که دیده میشه دیگه مثلا یه درخت اونجا نذاشته که ببین چشا دروش جون اینجوری بعد یه فضای سبز رنگ تقریبا اومده روش حس و حال فیلم ترسناکه جورایی جالب نیست برای سالن زیبایی این تصویر اگر همون پش میخواد بیاد خیلی محبتر باید بیاد اگه ای لایه اومده رو اینو پس خیلی پایین نیار شفافش نکن مورد بعدی خدمات سالن زیبایی اون بالا ول شده هیچ کاری واسهش نکردیم حداقل کار برای تیتر اینه که یه کادری چیزی این باید دیده بشه دیگه مثلا میشه یه انگلیسی این پایین آورد میشه یه حرکت این تصاویر خوبه اکسنشن موژه و کاش ناخون اینا تصاویر خوبه این اول تغییر میکنه رنگ و اینا درست میشه این تیتر هم درست میشه این نکته سوسکی و خفن میخوام بهتون بگم یه اسلاید بزنیم ببینیم چه اتفاقی واسهش میفته ببین این چهره هنوز هست ولی این کجا و این کجا ببینید رنگ چقدر مهمه اینکه میگم ایراده اساسی ببینید رنگو اینجا رو ببین پس رنگ تغییر میکنه تیت رو ببین خدمات سانزیبایی تیدا انگلیسی میتونه فارسی باشه باکس بیاد کار زیادی میشه کرد ولی این حالت اینجا رو ببین این بهتر از اینه خیلی بهتر از اینه اون نکته سوسکی که میخواستی بگی چی بود الان یه دمیگه خب تمام دقت کنین این دایره ها خیلی به چشم میاد خب یه حالت اینجوری یکی درمینی ایجاد کرده ما اینجا یه این سری استروک ها داریم اگه شما کیفیت ویدیو رو گذاشته باشی روی حالت پایین شاید یوتیوب نبینی همچین چیزی رو بذاری رو 720 میبینی یه ذر زوم میکنم ببینید ببین اینا یه استروک هایی دور این اطلاعات و اینا اینو اگه وزنش رو بیشتر کنی تأثیر خوبی رو دیزاینت میذاره اون نقطه سوسکیه اینه ببین چقدر یه استروک یه وزن چه تأثیری میذاره قبل و بعد میکنم ببین ببین میریم میرسیم به که وزنش بیشتر شده ببین شاید فکر کنی شروع شده نه جلب توجه میکنه اینا به اندازه کافی این قسمت ها عکس و اینا دیده میشه این متنم که خونده داره میشه این باکس ها چشو بهتر هدایت میکنه خب اکستنشن موجه حالا بیان پایینی کاش ناخون ببین قبلی نگاه اینجاها انگار خالیه میبینی این حالت زیگزاگی اینجا ایجاد شده ولی وقتی این میاد حالت اینفوگرافی دیگه این این یه جوری اینفوگرافی به حساب میاد درسته استنده اینجا ولی اینجاها پر شده تو این حالت میبینی این درست تره این اصولی تره اکستنشن موجه کاش ناخون بعد چند تا کلمه است این که یه دنیا شلوغ ممکنه بشه فلان نترسین وزن میذاره بیشتر کن این هست این تو این طرح بالاخره هست وزنش یه بیشتر کن دیده بشه دیگه و مخاطب یکی یکی حرکت میکنه میاد پایین از چی به چی رسیدیم اینو داشتیم رسیدیم به این با همین تغییرات که گفتم بریم سراغ کار بعدی فکر کنم دفعه اول من تو بررسی ها میخوام پست اسلایدی بیارم چند تا اسلاید کنار هم دیگه این یه پست اسلایدی پنج تا اسلاید درسته یک دو سه چهار پنج را. تو نگاه اول باز شاید خیلی متوجه چیزی نشن یکی یکی برسیم سراغ این دیزاین یه ذره کیفیتش پایینه من نسخه ای میکنم خب خیلی کوچیکش کردیم دیگه ببینید 5 تاست نمیتونم خیلی بزرگ کنم میخوام همه رو کنار هم دیگه ببینید نکاتش اینجوری کنار هم دیگه دیده میشه کاور خوبه ولی میتونه بهترم بشه ما وقتی توی اینستاگرام داریم کاری انجام میدیم میاد یه سری اصول و حتی زیر پا میذاره بعضی وقتا دیزاین ما مثلا کاور های اینستاگرام میگن باید تو اکسپلور دیده بشه راست هم میگن شما اون ذره بین روی توی اینستاگرام بزن برو داخل کلی عکس و متن و خب یه چیزی باید باشه دیده بشه بین اون شلوغی دیگه برای همین کاور ها رو مثلا عجیب غریب بعضی وقت این نصف صفحه شد متن تیتر زرد باش رو که مشکی یا مثلا مشکی رو زمینی زرد زرد رو زمینی میشه کاربرد میاد میچربه بارها اینو گفتم کاربرد میاد میچربه به اصول نمیخوایم حالا اینجا اونجوری از اون حرکات بزرگش کن نصف صفحه نمیخوایم ولی میتونیم یه ذره اینو بزرگتر کنیم دیده بشه دیگه این عکس خوبه جلب توجه میکنه تو اکسپلور یه ذره تیتر رو بزرگتر نکنیم جا داریم بزرگترش میکنیم مورد بعدی اینجا رو ببینید یه باکس اینجا سه اطلاعات اومده و یه عکس کوچولو اینجا اینجا چیده, چیده شده زیادی شلوغ شده ببین 5 تاست حالا اگه 6 تا بشه چی میشه مگه خب یه اسلاید اضافه کنیم اینو بردا کلا با یه عکسی اسلاید دوم بشه بعدی بشه این متن خب چی میشه مورد بعدی ببین اینجا همه گرده اینا همه باکس های گرد کلا همه چی اینجا گرد و منحنی یهو اینجا میاد همه باکس ها تیز خب اینا هم گردش کنیم چرا این کارو میکنیم اینا هم گردش کن چی میشه مگه یهو از این فضاهای این شکلی وارد یه چیز تیز و زاویه دار و اینجوری استایل بعدی هم این تصویر میتونه برداشته باشه واقعا نیاز نیست همه های ما تصویر داشته باشه خیلی وقت یه قفلی میزنن نه تو همه استایل عکسی جا بدیم حالا اگه مثلا متن باشه میخوام بگن کاری نکردی خب متن اینجا مهمه دیگه برای قشنگی که دیزاین نمیکنیم یه عکسی حتما جا بده اینجا متنش زیاد شده میخوام تو این اسلاید باشه خب فقط متن باشه یه ذره از این ویکتورام هم اینجا هست دیگه اسلاید میزنه یه مورد دیگه هم بگم ببین شما تو اسلایداتون خب رنگ زمین ها رو میتونی اینجوری عوض کنید به نظر من اینجوری یکی در میلیون پر رنگ کم جالب نیست اگرم میخوای بریم مثلا حرکت کنی بری از رنگایی کم مثلا جوری سبزی پر رنگ کم رنگ، تیره هر کم بیا برو برس تو رنگای کم رنگ کرد یه اسلاید میزنم یکی یکی نگاه کنیم قبل و بعدمون یکی یکی باشه همه رو نبین اول کاور رو نگاه کن یه اسلاید میزنم ببین چه اتفاقی یه اسلاید هم اضافه شده 5 تا میشه 6 تا ببین چه اتفاقی افتاده بر کاور کاور رقص درمانیش که تیتر جزایی میتونه باشه بزرگتر شد اونجا اصلا نمیبینی ببین اینجا داری میبینی اوکی خیلی مهمه کارورد مورد بعدی این متن اومده این ور یه اسلاید شده ببین یه اسلاید شده خودش با این رنگ کاور رد شد اومده رسته به این رنگ بعد رنگا رو یکی یکی میگفتم اینجوری بعد کم رنگ تر بعد اینجوری هی حرکت کنیم یکی در میون پر رنگ کم رنگ نکنیم ببین چه خوبه این اومده بعد اون متنه بود اینجا رو ببین این این شکلی شده که با این بیشتر ست باشه گردم هستن جفتشون این گردی اینجا اعمال شده یه عکس اینجا یه عکس اینجا اینجا اون عکس حذف شد ببین اینجا رو به زور چپوندیم اونجا اینم فضا نداره حالا اینجا خیلی راحت اومده یه کوچولو اینجا این هست بزرگتر شده میره اسلاید آخرم که حالا تشکر از مخاطبه، و این پایین ببین اینم اضافه شد اینم حواسمون نبود این پایین خیلی به چشم نمیومد این شماره ها و این کادر فقط مثلا این معلوم بود خب همه رو این کارو کنیم دیگه بیا به این جذابی چرا این کارو نمیکنی وقتی میشه اینجوری جذابش کرد چرا این کارو نمیکنی خیلی مهمه ها ببین خیلی وقتا بی توجهی میکنه طراح پست اسلاید یه جور مثل بروشوره مثل کاتالوگه کارای اونجوری دیگه متن داری عکس داری صفحات بالاست همون قدم نیاز به دقت و توجه داره شل کار نکنید ببین اینجا شلوغ پلوغ اینجوری قاطی میبینی ببین اینو که من همدیگه آوردم میگم اسلاید رو نمیتونم جدا بیارم میخوام کنار هم ببینی ببین شلوغی رو حالا اینو نگاه کن اینو نگاه کن یه استایت زیاد کردیم و اینو شما باید بگی شما باید مشاوره بدی شما باید راهنمایی کنی کارفرما رو این خیلی بهتر از قبلیه دیگه با اینکه اصلا دیزاینم خیلی تغییر پیدا نکرده امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین مرسی که برای انگیزه دادن به ما ما رو حمایت میکنین لایک کامنت به رفقات رو معرفی استوری میکنین بررسی های ما رو خیلی مخلصیم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.